بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید سطح کشورهای عربی از امارات و بحرین بگیرید تا کویت و حالا مصر برای برقراری رابطه با ایران طولانی شده و این یعنی ظاهرا توافق ایران و عربستان در ماه مارس فقط توافق با یک کشور نبوده چون بعد از سرگیری رابطه تهران و ریاض در 23 اسفند سال گذشته کشورهای عربی خلیج فارس و شمال آفریقا تقریبا مطمئن شدن امنیتی که رژیم صهیونیستی به این کشورها فروخته چکی نیست که نقد بشه و باید مسیر خودشون رو تغییر بدن همین موضوع یعنی از سرگیری رابطه ایران و مصر یعنی احتمال از سرگیری این رابطه ها رو نگران کرده و یایر لاپید نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرده که اگر تا انتهای این برنامه جذاب همراه من باشین به شما خواهم گفت که دلیل اصلی نگرانی اونها چی هست ایران از یه طرف میره به جشن مقاومت در سوریه اشاره به سفر اخیر ریاست جمهوری و دیدار با بشار اسد و از طرف دیگه میزبان کشورهای عربیه که خواهان برقراری رابطه با جمهوری اسلامی در دوره نظم نوین منطقه شدن و این یعنی اتمسفر غرب آسیا به آرامی در حال تغییره این چرخش و به سمت ایران اومدن برای کشورهای عربی منطقه برآمده از نزدیک شدن عربستان به ایران بود به همین دلیل که هر روز زمزمه برقراری رابطه کشور عربی با ایران رو میشنویم و این بار نوبت مصره حالا که با عادی سازی روابط بین تهران و ریاض فضای مثبتی تو منطقه حاکم شده عراق تلاش میکنه یه بار دیگه شانس خودش رو در ترمیم رابطه ایران و مصر امتحان بکنه هرچی باشه احیای این رابطه سختتر از اتصال اتمسفر دو کشور ایران و عربستان که چین اون رو به سرانجام رسوند نیست اونطور که چند روز گذشته منابع خبری عراق اعلام کردن نمایندگانی از ایران و مصر در سطح مقامات میان رده امنیتی و دیپلمات بوده که در واقع میشه گفت سطح حیط ها اصطلاحاً پایینه اما دولت عراق تلاش داره که میانجیگر رابطه تهران و قاهره باشه همزمان با عضویت سوریه تو اتحادیه عرب و عادیسازی روابط این کشور با کشورهای عربی که برای نمونه دیروز یک برنامه در قالب تحلیل سفر بشار اسد به جده خدمتتون ارائه کردیم منابع دیپلماتیک مصری هم اعلام کردن که تماسهای بین مقامات ایرانی و مصر صورت گرفته و در مورد امکان توسعه تدریجی روابط دو کشور در آینده گفتگو شده حالا در ادامه میگم که چرا این توسعه به صورت تدریجی خواهد بود بعضیا میگن که تو حوزه امنیتی نباید ورود پیدا بکنیم چون اینها با اسرائیل یه روابط حسنه ای دارن بعضی هم گفتن حتی تو حوزه فرهنگی نباید ورود بشه چون بحث شیعه و سنی اونجا مطرح هست درسته توی مصر شافعی مذهبا هستن از برادران اهل سنت اما شیعه هم هست با این حال این ظرفیت فعلا وجود نداره یعنی برخی یا اعتقادشون این هست که چون مصر میترسه از نفوذ فرهنگی جمهوری اسلامی بنابراین از طریق فرهنگی نباید ورود پیدا کنیم از طریق امنیتی هم به خاطر حالا رابطه دوستی با اسرائیل اما در ادامه خواهم گفت که این اتفاق خواهد افتاد حالا به خاطر مسائل کانال سوئز و بابل مندب و اینها اما برخی معتقدند که رابطه تجاری و اقتصادی رونق خواهد گرفت که این هم محتمل هست حالا بحث توریست و گردشگری و اینها و اون اقتصاد در مصر که فعلا باش دست به یقه هست اما همونطور که میدید مصر هم مثل ایران یک کشور باستانی و پرداستان و دارای تاریخ و فرهنگ و تمدن خاص خودشه که تقریبا قدمت تاریخیش به 3000 سال قبل از میلاد برمیگرده میشه گفت مصر کشوری فراقاره‌ای در آفریقا و آسیایی که بخش بزرگ مصر در شمال شرقی آفریقا قرار داره شبه جزیره سینا هم بخشی از قلمرو این کشوره در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای سرخ قرار گرفته از غرب با لیبی از جنوب با سودان و از طرف شبه جزیره سینا و نوار غزه با فلسطین و سرزمین‌های اشغالی هم مرز زمینی داره مصر رابطه پرفراز و نشیبی با ایران رو پشت سر گذاشته که مرور تاریخ سیاسی بین تهران و قاهره قابل تأمل است. تابوشکنی مصری‌ها و پیمان صلح انور سادات با اسرائیل تو سال 1358 آخرین یه رابطه دیرینه بین تهران و قاهره شد که حالا به اندازه عمر انقلاب دوچار جدایی و فاصله شده تقریبا میشه گفت تو 44 سالی که انقلاب شده رابطه ایران و مصر یک رابطه عمیق نبوده البته این رابطه در طول تاریخ ایران و مصر روزهای خوب هم کم نداشته مثلا به محض استقلال مصر از استعمار انگلیس تو سال 92 ایران جز اولین کشورهایی بود که این کشور رو به رسمیت شناخت و این شروع رابطه بسیار بسیار نزدیک بود حتی بعد از تشکیل اولین پارلمان تو مصر مجلس شورای ملی ایران تو سال 1330 یه تلگراف تبریکی برای مصری میفرسته و بعدها اولین همسر محمد رضا شاه پهلوی یعنی فوزیه خواهر ملک فاروق شاه مصر بوده. محمد رضا تو اون دوره یکی از متحدای انور سادات محسوب می‌شد اما دوران طلایی رژیم پهلوی و حکومت مصر تا زمان روی کار آمدن جمال عبدالناصر عمر داشت و این رابطه در سال 1339 به طور کامل قطع شد. دلیل اون هم نطق آتشین جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر علیه محمد رضا پهلوی بود. تو اون دوره عبدالناصر از همپیمانی محمد رضا شاه با اسرائیل گلایه کرد. و بعد از اخراج سفیر ایران از مصر تا ده سال این رابطه قطع بود و این وضعیت تار تا سال 1349 ادامه داشت و بعد از اون روابط دوباره حسنه میشه این رابطه برقرار بود تا اینکه سال 58 دوباره تاریخ تکرار شد اما این بار به جای ایران این مصر بود که با اسرائیل دست دوستی داده بود و پیمان مصر با اسرائیل موجب قطع این رابطه سینوسی شد اما اگر تاریخ رو ورق بزنیم به حمایت فرعون مصر از صدام هم میرسیم ماجرا از این قرار بود که اردی بهشت سال 1358 و فقط سه ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روابط دیپلماتیک مصر و ایران به دلیل اعتراض تهران به قرارداد صلح قاهره تلاویف که بعدها به صلح کمپ دیوید مشهور شده بود قطع شد البته قرارداد کمپ دیوید به اخراج قاهره از اتحادیه عرب هم منجر شد و مصر برای خروج از بحران حمایت همه جانبه ای از صدام در جنگ هشت ساله رو جایگزین کرد یعنی برای اینکه از این بحران فرار بکنه اومد پشت صدام و مقابل ایران در دفاع مقدس ایستاد دولت مصر در حمایت از یه جانی تمام ایار مثل صدام روابط تهران قاهره رو کاملا تیرو تار کرد از هم پاشون و تا امروز هم میشه گفت تقریبا در حد اقلی ترین حالت ممکن باقی مونده نزدیک به دو دهه بعد از پایان جنگ ایران و عراق حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر اعتراف کرده بود که 18 هزار سرباز مصری در کنار بحثی ها در مقابل ایران می هرچند روزنامه واشنگتن پست این رو 30 هزار اعلام کرده بود یعنی گفته بود 30 هزار نیروی مصری در ارتش عراق همکاری کردند تا جایی که میشه گفت مصر به طور کامل در تمام مدت جنگ علیه ایران کنار عراق بود یعنی هم از لحاظ کمک سیاسی و هم کمک و مشاورای نظامی در سطوح بالا قاهره در جنگ ضد ایرانی نقش داشت و عنوان شده که بازپسگیری فاو تو عملیات رمضان توسط نیروهای عراقی با طراحی مصری ها بوده حتی دولت مصر از همون ابتدا تهدید کرده بود که به صورت مستقیم در جنگ دخالت میکنه اما چی شد که ملت مصر ذلیل شدند به هر حال صلح قاهره با تلاویو کمک مصر به صدام تو جنگ 8 ساله و قهر مصر علیه ساکنان در محاصره غزه تصویر منفی و نامطلوبی از این کشور رو در ذهن ما ایرانیا ساخته که البته این تصویر برآمده از سیاستهای غربگرایی و سهیونیسم دوستی این کشور در چارچوب یک مصر مورد علاقه آمریکا بود تا جایی که همزمان با شروع بیداری اسلامی تو سال 1389 رهبر معظم انقلاب هم قیام مردم مصر رو یه زلزله واقعی دونسته بود و تاکید کرده بود که حسنی مبارک رئیس جمهور مصر با نوکری آمریکا ملت مصر رو ذلیل کرده اما حالا چی شده که به دنبال ایران هستن قبل از اینکه به این مسئله بپردازم لازمه بدونید که در این داستان پرماجرای ایران و مصر یه بار یه شبه توافقی اتفاق افتاد که البته اون هم بی نتیجه بود تو سال 2011 بود که با سرنگونی حسنی مبارک اتفاق بسیار بسیار ویژه‌ای در روابط دو کشور رخ داد و رئیس جمهور وقت کشور اون احمد نجات به مصر سفر کرد هرچند تو اون زمان به نظر می‌رسید که قرار دوره جدیدی در روابط دو کشور آغاز بشه اما با سقوط دولت مرسی و روی کار اومدن یه نظامی از طریق کودتا این رابطه ترمیم نشد اما حالا بعد از عبور ایران از یه بحران پیچیده بین المللی در اقتشاشات 1401 که کشورمون رو واقعا درگیر کرده بود و بعد از توافق مهم ایران و عربستان برخی ناظران و کارشناسان بین المللی که ایران میتونه سطح نمایندگی خودش در مصر رو در سطح سفیر بالا ببره و با توجه به شرایط اقتصادی نامناسب مصر این خواسته از طرف قاهره هم دنبال میشه ما نکته که حائز اهمیت و به نظر میسه که از دلایل مصر برای به سمت ایران اومدن هست میتونه همین چیزی باشه که روی تصویر دارید میبینید بله منظورم کانال سوئز هست ببینید کانال سوئز این بالا و بابل مندب این پایین یکی از شاهراهای جهان برای انتقال انرژی و تجارت دریایی خب تأمین امنیت این منطقه به نوعی میشه گفت با ایرانه یعنی چه تو خلیج فارس چه این منطقه که حالا عربستان هم که دیگه کرده به سمت ایران این ایران ماست اینم مصره این منطقه خیلی های اهمیته با توجه به اینکه حالا نزدیکی که اینجا به سرزمین های اشغالی هم دارن به خاطر همین روابط دوستانه با اسرائیل تو این 44 سال داشتن 44 سالی که حالا انقلاب شده یکی از دلایلشون اینه و یکی از دلایل مصری ها اینه که اونها خیلی به دنبال انرژی هسته‌ای هستن خیلی تلاش کردن مشتاقا برن به این سمت و سو اما بارها و بارها پیش اومده که با مخالفت اسرائیل مواجه شدن و عقب نشینی کردن حالا مصر میگه وقتی عربستان رفته سراغ ایران وقتی کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی یکی دارن میرن سمت ایران اسرائیل رو کلا جز آمار حساب نمیکنن من چرا از اینا عقب بمونم این همه دشمنی علیه ایران کردن چندین سال تحریمش کردن فشار اقتصادی تهدید به جنگ نظامی هر کاری که تونستن کردن ایران اولا خم به ابروش نیومده دو داره آقای منطقه رو میکنه نظم جهان به هم ریخت اون نظم نوین جهانی که میگفتن قدرت از بلوک غرب به شرق منتقل شده یکی از ازلاع مثلث این غرب در بلوک شرق ایرانه یعنی در کنار روسیه و چین ایران یکی از ازلا اون مسلس قدرت شرق در برابر قربه که بلوک قرب رو به استیصال انداخته خب حالا ایران داره آقای منطقه رو میکنه همه هم دارن میرن سراغش و با این حال انرژی هستهی هم داره چرا من نباید برم سراغش؟ یعنی یکی از دلایل مهمی که مصری ها سویچ میخوان کنن سمت ایران همینه که اتفاقا همین بحثی که گفتم به لحاظ امنیتی هم باید بیان سراغ ایران همین بحث کانال سوئز و بابلمندب مندب هست با توجه به گرایش سعودیا به سمت ایران و توافقی که بین ایران و عربستان شکل گرفته خب اهمیت این منطقه دوچندان میشه و حائز اهمیت حالا مصری ها این رو فهمیدن از اون طرف بحث هسته هم هست یعنی هم تو حوزه مسائل امنیتی هم علمی هم اقتصادی و هم سیاسی ما میتونیم مرابداتی داشته باشیم علا رقم این که در کنارش ما میتونیم به مباحث فرهنگی و تمدنی هم یک نگرش خاص داشته باشیم بنابراین این اسرائیل رو نگران میکنه اسرائیل میبینه که آقا یکی یکی کشورها دارن میپیوندن به ایران خب این معلومی که نگرانشون بکنه از اون طرف خب عمر 25 ساله که رهبر معظم انقلاب وعده داده بود برای اینها هر روز داره کمتر و کمتر میشه خودشون نابودی رو احساس میکنن و به خاطر همین هست که به تکاپو افتادن امیدوارم که این دیپلماسی فعال ای همچنان ادامه داشته باشه تداوم این دیپلماسی میتونه منجر به اتفاقات خوب اقتصادی در کشور هم بشه یعنی علاوه بر اینکه سیاست خارجه داره تقویت میشه میتونه به اقتصاد داخل هم کمک بکنه مردم از این فشار و تورمی که زایده یه بخشیش ها. یه بخشیش زایده تورم انتظاری هست نجات پیدا بکنن از اون طرف یک عده کارشناس به اسم دلسوز منتقد مثلا عدالتخواه اومدن دارن حرفایی میزنن آمارهایی میدن که این آمارها دروغ تکسیب شده دولت دیروز رسما اعلام کرد که آقا این تورمی که دارید برای فروردین ماه اعلام میکنید دروغه و وقتی آمار شما دروغ باشه من نمیخوام بگم اونا تعمدن دروغ میگن و اون دیت شما اطلاعات شما اگر دروغ باشه خروجی شما هم دروغه بعد یا نگاه میکنید آقا طوفان در راه است طوفان چی در راه است ثباتی که الان در اقتصاد حاکم شده کی در این دو سال گذشته حاکم بوده از زمانی که رئیسی اومده لیبرال ها غرب ها برخی مسئولین دولت قبلی مدام حمله کردن حجمه کردن در صورتی که بدهی های دولت قبلی رو ندیدن که این دولت داره میده حجم پروژه هایی که مونده رو زمین رو ندیدن آثار سوء کرونا رو ندیدن این همه واکسنی که وارد شده خب اینا پول خرج شده بابتش اینا گفته نمیشه دولت هم تو حوزه رسانه فشل عمل کرده بعد شما یه ترسی میندازی تو جون مردم که آقا یه طوفان در راه ها بله الان تو حوزه مسکن تو حوزه اجاره خونه که فصلشه واقعا یه مشکل جدی پیش اومده دولت باید برای این فکری بکنه اما اینکه بیای طوفان و مسائلی از این دست رو مطرح کنی بلدش کنی بزرگش کنی آی دیگه بدبخ شدی میشه این القای ناامیدی به جامعه است بعد تا میتونی تزریق و امید بکنی از اون طرف دولت رو حمایت بکنی نقد های منصفانه داشته باشی اگر راهکاری داری راهکارم بدی انتقاد کردن آسونه بارها ما خودمون هم انتقاد کردیم اما وقتی میری تو کن ماجرا میبینی نه یه چیزایی هست که اینا به هم پیوسته است شما نمیتونید تک نگاه بکنی همین الان اوضاع اقتصادی رو ببینید مردم با تمام این مشکلات تا یه تعطیلاتی میشه جاده چالوس غرق میشه پارک های تهران رو ببینید خصوصا هرچی به سمت تابستون و تعطیل مدارس داریم پیش بینیم شلوغ‌تر و شلوغ‌تر میشه این نشاط رو از مردم نگیرید هم دولت مردم هم کسایی که میخوان در قالب کارشناسی این مباحث رو مطرح کنن امیدوارم که از تماشای این برنامه هم لذت برده باشید با لایک ویدیو کمک میکنید اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم خدا نگهدارتون